یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره. سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه در هر کجای این کره خاکی که قادر به دریافت تصویر و صدای ما هستید. فرامرز فروزنده هستم و در این ساعت به اتفاق همکارانم که من رو به ناگهان روی صفحه آوردن، در این ساعت در خدمت شما بینندگان ارجمند هستم. برنامه پری رو داریم امشب. مرگ حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر، چجوری این رو بگم، رئیس جمهور اسبق دیکتاتور مصر، رئیس جمهور دیکتاتور سابق مصر، اینجوری بهتر شد. و به هر حال از نظر پزشکی ایشون فوت کرده ولی هنوز نمرده در این حال، امیدی به برگشتش به زندگی نیست. و از نظر پزشکی گروه های درمانگر او اعلام کردند که قلب او هنوز کار میکنه. قلب او از کار ایستاده ولی مغز او هنوز کار میکنه. بنابراین باید ظرف روزهای آینده یا ساعات آینده یا حتی اکثر چند روز آینده انتظار داشت که حسنی مبارک به طور کلی دار دنیا رو ترک بکنه و به سرایی که همه دیکتاتورها میرند، یعنی سرای نیستی، بشتاب. به هر حال امشب به دلیل اهمیت مصر در منطقه خاورمیانه و تغییرات مصر که منجر به روی کار آمدن اخوان المسلمین شده است و با توجه به اطلاعات گسترده همکارم و تحلیلگر مسائل سیاسی بانوی خدابخشیان، همکار ارجمند تلویزیون اندیشه، به طور فوق‌العاده از ایشون درخواست کردم تا در قسمت دوم برنامه امشب با من باشند و درباره حسنی مبارک و تحولات مصر صحبت بکنیم. امیدوارم فرصتی پیش بیاد تا شما بینندگان عزیز هم اگر ممکن بشود روی خط بیایید و پرسش یا نظری دارید اون رو مطرح بفرمایید. امیدوارم این اتفاق بیفته و من از این گله گذاری های شما بتونم بیرون بیام که اغلب برنامه ها بدون حضور شماست، در حالی که سعی میکنم این اتفاق بیفته و شما مشارکت داشته باشید. اجازه بدید با هم به والمؤسسه المتض بالاخره با من یه جوری را بیاین، من بدونم باید چی کار بکنم. اطاعت فرمان. اجازه فرمایید با هم به یکی دو دقیقه از دادگاه مصر، دیکتاتوری در قفس، قفس دادگاه نگاه بکنیم، برگردیم و در خدمتتون باشیم. داخل قفص الاتهام في انتظار، يبدو هذا الرئيس مبارك على سرير ما يشبه سريرا طبيا كما كان متوقعا. اول الصور اذا التاريخيه نشاهدها للرئيس مبارك وهو على سرير طبي، هذه اللحظه التاريخيه التي شكك فيها الكثيرون وشكك في إمكانية حدوثها الكثيرون، نشاهدها معا على الهواء مباشرة. الرئيس السابق محمد حسني مبارك على سرير طبي وداخل قفص الاتهام. في هذه المناسبة التي يلتقي فيها الرئيس مبارك لأول مرة بنجليه على وجمال بعد اعتقالهما، ها هو ذا كما كان متوقعا من روزگار غریبی است. واقعا آیا دیکتاتورها تا لحظه‌ای که در قفس بیفتن نمیتونن پیش بینی بکنن که قفس احتمالاً خانه آخر اونهاست؟ نمیدونم چرا اینطور میشه، چرا قدرت آدم رو تا این حد گیج و گنگ میکنه و فراموش میکنه که به هر حال به روز پایین کشیده شدن هم باید فکر بکنه. این قیمتی است که همه دیکتاتورها میپردازن. تازه
این یکی از خوششانس‌ترینشونه. ببینید بر سر قذافی چه آمد. بر حال امشب قبل از اینکه من با آقای مرانک خدابخشیان در مورد مصر صحبت بکنم، به مناسبت 30 خرداد و در واقع آغاز یک سری کشتارهای عظیم در ایران از 30 خرداد، بسته شدن آخرین پنجره‌های آزادی، با زندانی سابق سیاسی، فعال سیاسی و نویسنده خوشقریحه که خاطرات زندانش یکی از زیباترین خاطرات زندانی است که نوشته شده، یعنی آقای مهدی اصلانی از آلمان گفتگو میکنم و ایشون رو در این ساعت از خواب بیدار کردم و گفتم که میخوایم گفتگو کنیم در مورد دهه 60 و مهدی اصلانی با کمال مهربانی پذیرفته. آقای اصلانی سلام عرض کردم. آقای اصلانی سلام. بینندگان محترم شبکه جهانی اندیشه در هر کجای جهانی قرار دارن، به ویژه وطن غارت شدم ایران، از این طریق برای تمامی شما روزگاری به سامان آرزو میکنم و در خدمتون هستم که امشب بتونیم در ارتباط با اون رخداد شوم و فاجعه سیاهی که بر جان تمامی ایرانی ها سنگینی میکنه و تهنشین در حقیقت جسم و جانمون هست، در ارتباط با اون رخداد مخوف که با نوعی دستکاری حافظه مواجه هستیم، به گونه با یک نوع فراموشی آمدانه در ارتباط با اون رخداد ما مواجه هستیم، بتونم به قدر بضاعت دانسته های هنوز و حافظه هنوز له نشدم در خدمت شما باشم. جناب مهدی اصلانی، اگر تاریخ کشتار، البته من فکر میکنم یکی از کسانی که در این زمینه صاحب نظر هست آقای اون رفیقمون که خاطرات زندانش رو در جلدهای مختلفی هم منتشر کرده، الان اسمش به یادم نمیاد ولی اومد خدمتون خواهم گفت، آقای ایرج مصداقی منظورتون؟ ایرج مصداقی، بله خیلی متشکرم. ایرج مصداقی واقعا مثل به نظر من تبدیل شده به یکی از کارشناسان برجسته این بخش از تاریخ ایران و کارهای فوق‌العاده‌ای کرده. کار شما هم کاری فوق‌العاده زیبا و خواندنی است. آدم کلمه بدی رو به کار بردم، کارتون زیبا نیست، کارتون جوری است که ارتباط برقرار میکنه با خواننده و خواننده نمیتونه دست برداره اگر قصه تلخی رو داره میخونه، ولی این قصه خیلی خوب و توانمند بیان شده. آقای مهدی اصلانی عزیز من، اگر بخوایم تاریخ کشتارهای جمهوری اسلامی رو از زندانیان سیاسی یا مخالفین خودش تقسیم بندی کنیم، شاید یه تقسیم بندی سهل‌انگارانه این باشد که یک دوره است که انقلاب پیروز میشه تا به سال 1360 میرسیم. از اتاق فرمان خواهش میکنم که تلفن رو جواب بدن، ممکنه در رابطه با مسائلی باشه که حتما ما باید در حین برنامه بدونیم. یکیش از شروع سال 1157، یعنی 22 بهمن 1157 و به قدرت رسیدن این رژیم. دوره دومش از 1360 تا میرسیم به سال 1367 که 1360 از 30 خرداد قاعدتا آخرین پنجره های یک جامعه ای که یه مقدار آزادی های توش وجود داشت بسته شد. در مورد بسته شدن این پنجره های آزادی، آیا فقط گناه رو باید به گردن رژیم گذاشت، این رژیم بود که با نقشه میخواست این کار رو بکنه، یا نه گروه های مخالفش از جمله مجاهدین خلق با شیوهی که انتخاب کردن برای مقابله با نظام، اونها هم در این امر دخالت داشتند که تسریع بکنند با عملشون بسته شدن پنجره های آزادی در کشور؟ بله، همونگونه که اشاره کردین، در ارتباط با دوربندی های نظام زندان حکومت اسلامی، تصور میکنم سال قبل که من مهمان شما بودم در شهرتون، خیلی مختصر و کوتاه اشاره کردم تجربیات خودم رو. دقیقا از
فردای پشت بام قدرت در مدرسه علوی که اینها دار و زندان رو برپا کردند، دوره اول رو به واقع میتونیم همون دوره از فردای پشت بام مدرسه علوی تا سال 1160 ما در نظر بگیریم که خب این عمدتا شامل بلندپایگان نظام پیشین قرار گرفت، این نظام زندان، و پس از اون اقلیت‌های قومی رو مورد ستم و کشتار قرار دادن، مثل کردها و ترکمنها رو، و میگم عمدتا شامل گروه‌ها و بلندپایگان نظام پیشین میشد که اعتراض شایسته و بایسته هم در حقیقت رخ نداد در اون ایام، متاسفانه از طرف جنبش دموکراسی خواهانه در اون دوران اون صدا شنیده نشد به خوبی از جانب نیروهای ترقی خواه. از سال 1360 اما از خرداد 1360 ما شاهد یک دوره‌ای در نظام زندان جمهوری اسلامی هستیم که بی‌بدیل و بسیار سیاه این دوران، که من این رو در اون تقسیم بندی خودم از 30 خرداد 60 گرفتم تا پایان سال 1363 و 1363 رو به این معنا گرفتم پایانش رو، که این مصادف با برکناری اسدالله لاجوردی، آیشمن و جلاد اوین و حاج داوود رحمانی از زندان قزلحصار پایان سال 1363 توامن اینها برکنار میشن به دلیل حوادثی که و تغییر سیاستی که در بدنه نظام پیش میاد که فرصتش نیست اینجا من روش مکس بکنم. اما این دوره، دوره 60 تا 63، یعنی از فردای 30 خرداد که امروز مصادف با 31مین سالش که الان در خدمتون هستم، سیاه‌ترین، شنیع‌ترین و پلیدترین دوران زندان حکومت اسلامی رو همین دوران تشکیل میده. سیاستی که در حقیقت یکی از دستاوردهاش در کارخانه های ذوب آدم حکومت اسلامی سیاست توابسازی بود که تا به امروز ادامه داره. در شکنجه های ابداعی حاج داوود رحمانی در زندان قزلحصار، شکنجه های موسوم به قبر، قیامت، تابوت، اتاق مسکونی و دیگر شکنجه هایی که در حقیقت توی زندان های شهرستان ها اعمال کردن، این دوره سیاه‌ترینه. در واقع یکی از میشه گفتش طلایی ترین دوران طلایی میشه نامگذاری کرد این دوران رو، 60 تا 63 رو. باز تولیدم شده. ببینید پرسش شما، زمانی که پرسش آغازین شما که آیا فقط نظام جمهوری اسلامی هست، من میباید بگم که سیاست حذف توسط این نظام بهیمی و پلید از زمانی که چرخهای هواپیمای ایر فرانس از پاریس به فرودگاه مهرآباد نشست، از همون زمان سیاست حذف آغاز میشه. یعنی این نظام به دلیل ساختی که درش وجود داره، به دلیل موضوعیتش، تئوریک ایدئولوژیک بودن و مذهبی بودنش، از همون فردا، در حقیقت فردای به قدرت رسیدن، سیاست حذف رو پیش گرفت و پیش برد. و میگم یکی از سبعانه ترین کشتارهایی که انجام دادن در سال 1360 بود. ببینید همین سوال رو ما میتونیم در ارتباط با سال 1367 هم مطرح بکنیم. اونجا هم این پرسش مطرحه که آیا اگر مثلا سازمان مجاهدین عملیات فروغ جاودان یا اون چیزی که حکومتیان مرصاد انجام دادند رو نمیرفت پای عملیاتی کردنش، آیا اون اتفاق میافتاد؟ بنده با سه خط تأکید میخوام بگم که بله میافتاد. یعنی در اون دوران، در تابستان 1367، با توجه به گزارش تیم پزشکی آقای خمینی که مرگ قریب الوقوعشون رو برای کارپردازان نظام روی کاغذ آورده بود، اونا سه تا مسئله کلیدی رو میباید برای خودشون حل میکردن. پایان جنگ بود، برکناری آقای منتظری بود و به تبع اون حل ماجرای زندان. بله، من این باور رو دارم که عملیات فروغ جاودان بهانه مناسب رو داد برای آغاز، ولی هیچ وقت علت اصلی
نمیتونیم قلمداد بکنیم شروع عملیات مرصاد یا فروغ جاودان رو، چون حذف زندانی سیاسی از قبل تصمیم گیری شده بود. من در کتاب خاطرات خودم گفتم دیگر دوستان جان به در بردم که اون دوران رو زندان بودن به شهادت نشستن. میگم از سال 1366، از پاییز 66 تمام زندانیان رو ویژه در تهران، ویژه در جایی که من بودم در زندان گوهردش، به بازجویی های مجدد فراخوندند، برامون داشتن پرونده سازی میکردن، سوالات ایدئولوژیک مطرح کردن، مسلمان هستی نیستی، نماز میخونی نمیخونی، اون چیزی که در واقع توی گذشته رایج نبود و بیشتر حول سوالهای پرسشهای در واقع سیاسی بود، گروه تو قبول داری گروه تو قبول نداری، اضافه شد دونپاشی کردن و با برنامه ریزی کامل و در خفای کامل در حقیقت اون پروژه کشتار 67 رو انجام دادن. در سال 60 هم همینطور. ببینید پروژه حذف آقای بنی صدر پیش از در حقیقت 30 خرداد و حوادثی که منجر به 30 خرداد شد کلید خورده بود. پروژه زدن نیروهای مخالف پیش از اون به نظر من و به باور من و به شهادت اسنادی که امروز موجوده، میدونید اینا در بهمن سال 59 طلایه 10 ماده دادستانی رو در خفا نشستن ابتدا، که از قضا آقای محسن سازگارایی یکی از کسانیه که از پیش برندگان به اصطلاح صدور اون بیانیه 10 فرماندهی 10 ماده‌ای بودن اون بیانیه، که میگم موضوع شاید فرصتمون مجال نده که من بخوام مکس بیش از این رو کنم، دوست دارم متمرکز بشیم روی 30 خرداد. ولی اینا در اواخر سال 59 گروه ها رو در حقیقت به 3 دسته بخش کردن، گروه های متقاسم، گروه هایی که بالفعل خطر هستن و گروه هایی که بعدا در آینده میتونن به خطر بدل بشن. برای هر کدوم اینها پلان گذاشتن. جمهوری اسلامی سیاست حذف رو از زمانی که هواپیمای ایر فرانس نشست به اجرا در آورد، منتها در 23 بهمن نمیتونستن این رو عملیاتی بکنن و متاسفانه هر کس تا زمانی که نوبت خودش نرسید باور نکرد. ما در ارتباط با حادثه 30 خرداد که امروز 31 سال ازش گذشته، مواجه با یک نوع انکار غیر اخلاقی و یک نوع فراموشی آمدانه هستیم. این فراموشی آمدانه چند جانبه است. تمامی کسانی که امروز ما به عنوان اصلاح طلب میشناسیم، یعنی چپهای مسلمان دیروز، در بدنه قدرت و در رأس رم قدرت قرار داشتن. مثلا آقای موسوی تبریزی به عنوان کسی که امروز ازش به عنوان یکی از کسانی که جز در حقیقت اصلاح طلبان فعلی شناخته میشه، آقای موسوی تبریزی دادستان سالهای سیاه 60 بودن. هنوز اگر مراجعه بکنیم به روزنامه‌های کیهان و اطلاعات در اون ایام، در ایام بعد از 30 خرداد که اعدام‌ها آغاز میشه، جمله معروفی ایشون دارند که توصیه‌شون به امت حزب الله آن است که اسرای اینها را، اینها منظور منافقین و مرتدین و کفار هستند، اسرای اینها را اگر زخمی بودند نیاز نیستش که به درمانگاه و بیمارستان ببرید، نیمه کش اینها رو میبایست تمام کش کرد. این اصطلاح مال ایشونه، نیمه کش رو تمام کش کردن. و در کنارش آقای گیلانی حاکم شرع شقی اون دوران همراه با آقای موسوی تبریزی این حکم رو همون موقع صادر کردن. الان مراجعه بکنیم به روزنامه‌های سال 60 به واقع این وجود داره، دوستان میتونن مراجعه بکنن ببینن که اصلا نیازی به دادگاه نیست. اگر توی خیابون اسرا اینها رو گرفتین، کافیه چند تا حزب الله شهادت بده و میشه حکم رو همونجا اعمال کرد. علاوه بر همه اینها در ارتباط با سال 60، ببینید روز 30 خرداد هنوز نه سازمان مجاهدین اعلام مبارزه مسلحانه کرده، نه شعارهاییه که کلیت نظام رو در بر بگیره. اون روز میدونید که در واقع مجلس رئیس جمهوری که 14 میلیون اون زمان رو پشوانه داشت، یعنی آقای ابوالحسن بنی صدر رو داشتن رأی عدم اعتماد میدادن در مجلس، و اعتراضی که به واقع رخ داد در اون بعد از ظهر 30 خرداد اعتراض به این حذف بود و فقط مجاهدین نبودن، بسیاری از نیروهای
چپ دموکرات از جمله مثلا بخشی از نیروهای ملی و شاید اون تظاهراتی که بیش از 500,000 نفر برآورد میکنن خود حکومتیان اولین تظاهرات عمومی بود که علیه نظامی که دیگران رو 50% میخوند به واقع عملیاتی. آقای اسنانی جانم، 30 سال بعد از همه این حوادث شما به عنوان یک فعال سیاسی، به عنوان یک شخصیتی که به هر حال بخواید یا نخواید رایتون این مبارزه سیاسی است و از جوانی هنوزم جوان هستید و از زمان بسیار جوانتری خودتون این راه رو انتخاب کردید، بهاش هم پرداختید، آیا ما یاد گرفتیم از این همه حوادثی که بر ما گذشته؟ آیا قلب ما قلب‌های کینه‌توز نیست؟ آیا ما منتظر نیستیم که اگر بر سریر قدرت بنشینیم همون بلایی رو که آخوندها بر سر سران رژیم گذشته آوردن بر سر آخوندها بیاریم؟ آیا در ذهنیت ما تمام خیابان پهلوی سابق بر سر اون درخت‌های بلند عمامه‌هایی که آخوندها ازش آویزون بشند رو وجود نداره؟ این در تصور ما نیست؟ آیا ما جلو اومدیم اصلا که بتونیم به نوعی تعامل به هم برسیم و بتونیم راه بهتری رو برای نجات مملکتمون پیدا کنیم؟ من تصور میکنم که در سالیان اخیر خوشبختانه این پوست اندازی که شما بهش اشاره میکنین مقدار بسیار زیادی رخ داده. خشونت رو معمولاً و عمدتاً کسانی که در سریر قدرت بودن تا حالا اعمال کردن. حوادث همین 3 ساله قبلی که موسوم شد به موج سبز رو دیدیم که خب تظاهرات مسالمت آمیز چگونه به خون کشیده شد و ماجراهایی که رخ داد. اینجا تکرار در حقیقت، من به عنوان کسی که بخشی از اون جنایات رو شاهد بودم، تکرار برخی از اسامی، مکس به روی برخی از اسامی، به واقع وجدان خودم رو شاهد میگیرم که نه برای تیز کردن شمشیرهای روز انتقام که اصلا فاقد اون شمشیر هستیم، نه بابت مچگیری، نه به واقع انتقامگیری، مکس روی در حقیقت برخی از حوادث و مکس به روی برخی از رخدادها و نامها عمدتا برای تاخت زدن فراموشی با یاد این خوره فراموشیه که به واقع اجازه میده که برخی از رخدادهای شوم مجدداً بازتولید بشه. ببینید در همین آلمان که من زندگی میکنم همه ساله، همین چند وقت پیش مراسمش بود، همه ساله کتاب سوزان رو که یک فاجعه بزرگ تاریخی بوده در جنگ جهانی دوم، اینها این مراسم رو با شکوه برگزار میکنن. آیا قرار اینجا فاشیسم دوباره بر سر کار بیاد؟ آیا قراره که اینجا دوباره کتاب بسوزونن؟ نه، هیچ کدوم اینها قرار نیست. اما یک چیز قراره، قراره که یادشون نره. مدام ما توی اخبار میشنویم که مشاهده میکنیم که پیرمردی 80 و چند ساله رو از فلان مخفیگاه کشیدن بیرون، روی صندلی چرخدار آوردنش مقابل دادگاه قرار دادن و گفتن که شما متهم هستین که در دوران جنگ جهانی دوم مرتکب این عمل شدین، پاسخگو باید باشین. حتی مسئله بخشش که خیلی امروز مطرح میکنن این مقوله رو، بخشش صورت مسئله رو پاک نمیکنه، یعنی خطا رو که پاک نمیکنه. که شما در ارتباط با زندگی، من فکر میکنم اجتماعی هم همینطوره، چون اگه به همسرتون خیانت بکنید یا بالعکس مورد بخشش ممکنه واقع بشین، ولی خطا رو پاک نمیکنه. اساسا خطا رو پاک نمیکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که اساسا جامعه امروز ایران با توجه به دوران سختی که از سر گذرانده، این مسئله انتقام گیری اونچنان تو جامعه ایران محلی از اعراب نداره و خوشبختانه این رو باید بگم که جامعه امروز ایران برخلاف دورانی که من به عنوان یک جوان پا گذاشتیم و فقط شاه رو نمیخواستیم، بیشتر ما دوچار شور انقلابی بودیم تا یک شعور انقلابی. ما میدونستیم شاه رو نمیخواهیم، اما اینکه چه چیزی رو میخواهیم رو
هیچ کدوم از ما که هیچ رهبران ما هم کمتر میدونستن یا نمیدونستن. امروز جامعه ایران بعد از این همه حوادثی که از سر گذرانده خوشبختانه میدونه چی رو نمیخواد و چه چیزی رو میخواد. حکومتی رو میخواد که سکولار باشه، حکومتی رو میخواد که مذهب در حقیقت به یک پدیده کاملا شخصی بدل بشه و بقیه مسائلی که شاید فرصتش نباشه من روش بخوام صحبت کنم. اما 30 خرداد یک اتفاقی بود و تبدیل به یک نقطه عطف شد، آغاز حذف یک نسل بود، حذف زندگی انسانهای بسیاری بود، حذف یک وحشت و یک بیپناهی، ترک کردنهای در حقیقت از کوه و دشت بود، شب خیابانی ها بود، تکتیر های شمارش نشده بود. متاسفانه ما امروز کسانی که همون دوران تعدادی از اونها در سریر قدرت بودن، خانش متفاوتی از ماجرا رو در ارتباط با 30 خرداد. ببینید امروز مثلا در ارتباط با کشدار سال تابستان 1367 ما شاهد این هستیم که خب بسیاری از کسانی که امروز مکث میکنن رو تابستان 67 به دلیل که اینقدر تکرار شد و به حافظه بدل شد، دیگه این صحبت نخنمای حکومت رو که مجاهدین عملیات مرصاد رو میخواستن انجام بدن بعد گرفتن زندانی ها رو کشتن، دیگه خیلی رنگ و رو رفته است و کسی باورمند نیست به این ماجرا. اما به نظر میرسه که سر 60 هنوز یه توافق دارن کسانی که در قدرت بودن. مجله چشمنداز ایران که آقای لطف‌الله میثمی این رو در ایران منتشر میکنن، خب از مبارزان قدیمی بودن که دوتا چشمشون رو در زمانی که بمب دستی میساختن از دست دادن و کار مطبوعاتی میکنن، پرونده ای رو راه انداختن تا حالا 300-400 صفحه ثبت کردن راجع به حوادث 30 خرداد. گفتگوهای مفصلی کردن با کسانی مثل آقای سعید حجاریان، مثل آقای تاج‌زاده و دیگران. یک ترجیبند در این گفتگوها وجود داره. اون ترجیبند عبارت از اینه که یک خشونت دو طرفه رخ داده در سال 1160 در فرازش 30 خرداد. این خشونت دو طرفه از جانب مجاهدین و بخشی از نیروهای چپ بوده. اون طرف هم مثلا آقای لاجوردی 4 تا گوله زیادی شلیک کرده، چند نفر زیادتر از حد کشته و اینو وا بدیم و توافق بکنیم و بیایم وداع بکنیم با اون چیزی که دوران خشونت بوده. خب یک خانش ناعادلانه از حادثه‌ایه که در واقع بارها و بارها تکرار شده. یعنی از 30 خرداد 60 تا حادثه کهریزک که شما نگاه بکنین یک خط وجود داره، خط خمینی است که ازش به عنوان دوران طلایی نام برده میشه. شما یک سری رو بردین آقا کشتین، زندان درست کردین، لاجوردی رو آوردین. ما مرتب بگیم فضا محصول فضا بوده. این محصول فضا نبوده آقای اسلانی، طرح بوده که بازیگران شما بودین. آقای اسلانی ببینید، در یه بخش از فرمایشاتون من اصلا هیچ مشکلی ندارم، در این که این نظام صفاک جانی تمام این جنایات مرتکب شده و هر حرکتی که کردن حساب شده بوده من تردید ندارم، ولی از شما یه پرسش مطرح میکنم. چرا این تردید در مورد سیاست سازمان مثلا چریک های فدایی خلق نیست در برخورد با جمهوری اسلامی؟ آیا شما فکر نمیکنید که گفتم برامون محرزه که جمهوری اسلامی یک نظام تبهکاره و تمام این جنایات هم مرتکب شده و باید جوابگو باشه در تاریخ ایران؟ مهم نیست که آقای میثمی چجوری داره مشاطه‌گری خودشو میکنه، اون یه بحث دیگه است، آدم سالمی هم هست ولی به هر حال مشاطه داره، مشاطه‌گری داره میکنه برای رژیم جمهوری اسلامی. نکته اینه که آیا سیاست های سازمان مجاهدین خلق که داریم امروز میبینیم آخرین ثمراتشو داریم میبینیم، این سازمان و نیروهای صادقی که باش همکاری کردن به چه روزی افتادن، آیا اینها در از سوی مخالفین مرتکب اشتباهات متعددی نشد رهبریشون تا کار به جایی برسه که امروز رسیده؟ بی تردید اشتباهات فاجعه آمیزی رو رهبری سازمان مجاهدین میگه. موضوع اگر این بود ما میتونستیم راجبش صحبت بکنیم. ببینید که نقد من خیلی بیشتر از شماست. سازمان مجاهدین در 5 مهر 60 میدونید که تا در واقع 30 خرداد اونا نه دست به اسلحه بردن، نه شعار مبارزه مسلحانه دادن، حتی شعار مرگ بر خمینی رو اونها تا 30 خرداد 60 که
تظاهرات، اون تظاهرات عظیم نیم میلیونی در تهران برگزار شد، میگه که شعار محوری مثلا حزب چماق به دستان باید بره گورستان بود، یا شعارهایی بود در حمایت از آقای بنی صدر و اون چیزی که مجلس داشت در ارتباط با خلع ایشون مطرح میکرد. مجاهدین از 5 مهر 60 که وارد فاز جدیدی شدن، من تصورم اینه، باورم اینه که دست زدن به عملیات مسلحانه و سازمان رو وارد یک فاز مسلحانه کردن خطای بزرگ سیاسی بود که فاجعه آمیز بود اون در واقع عمل. یا در ارتباط با همین کشتار تابستان 1367، وقتی ما بریم روی نقد سازمان مجاهدین، عملیات فروغ جاودان عملیاتی بود که به نظر من خودزنی سیاسی بود، یه نوع خودکشی سیاسی بود. اساسا من اگر موضوع اگر پرداختن به سیاست‌های سازمان مجاهدین باشه، راجع به تک تک اینها میتونیم صحبت بکنیم، راجع به اشتباهات عظیمی که نه تنها در ارتباط با سازمان مجاهدین بلکه با دیگر در ارتباط با دیگر سازمان‌های سیاسی هم ما میتونیم این مسئله رو مطرح بکنیم. ببینید یه بخش قضیه راجع به چپ‌روی سازمان‌های سیاسیه. در همین رخدادی که امروز 31 سالگردش رو داریم من و شما صحبت می‌کنیم در موردش، که من گفتم فراموشی و یک نوع انکار غیر اخلاقی عامدانه هست، این فقط انکار از جانب اصلاح طلبای امروز و چپهای مسلمان دیروز نیست. ببینید دو تا سازمان مهم که پاره بزرگ از چپها رو زیر پوشش خودشون دادن، این سازمان فدایان خلق ایران، اکثریت حزب توده ایران، خب اون موقع سرکوب وحشتناک و اعدامهای سیاسی رو مبارزه ضد امپریالیستی میخوندن. خب این خانش جدای از نادرست بودن، این خانش غیر اخلاقی از تاریخه. زمانی که سازمان اکثریت سپاه پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید را داد، غافل از اون بود که اون سپاه پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید، اون اسلحه ها در حقیقت لوله هاش چندی بعد خود اینها رو مورد نشانه قرار خواهد داد. نگه ما رو نقد سازمان های سیاسی بخوایم بریم، چپروی و راستروی سازمان های سیاسی رو میتونیم در موردش صحبت بکنیم که موضوع برنامه دیگه میتونه باشه. جناب اصلانی عزیز، بفرمایید فرمایشتون تموم بکنید تا من بتونم سوالم مطرح کنم. عذر میخوام که وسط صحبت شما اومد. نه خواهش میکنم، من در خدمتون هستم. به هر جهت تصورم اینه که در ارتباط با 30 خرداد، ببینید وقتی 30 خرداد آغاز میشه، بعد از ظهر در حقیقت اصطلاحی بود که لاجوردی در زندان داشت، میگفت بار بزنید بیارید. این بار زدن اصطلاح لاجوردی و دادستانی در سالهای 60 بود. اتوبوسی در حقیقت دستگیر میکردن. اولین سری اعدام شدگان رو 30 خرداد وقتی رخ میده، 31 خرداد ما روزنامه های کیهان اطلاعات، روزنامه های رسمی، از 22 نفر نام میبرند که اعدام شدن. جالبه در این لیست، در لیست اعدام شدگان، نام شاعر و مبارز قدیمی سعید سلطانپور دیده میشه. سعید رو در 27 فروردین یعنی 3 ماه قبل، درست شب عروسیش، کمیته کوی کن مقابل چشم نو عروسش و مهماناش میدوزن، میروبایند و در 31 خرداد اعدام میکنن. اتهامی که در حقیقت متوجه ایناست اینه که شب گذشته تعدادی از محاربین در محوطه زندان اوین اعدام شدن. محسن فاضل پیکارجویی که سال 59 دستگیر شده بود رو در همون شب اعدام میکنن و کسان دیگری رو از جمله چندین نام رو، 6-7 نام رو میزنن که حتی حاضر نشده بودن خودشون رو معرفی بکنن. بسیاری از اینها اتهامشون این بود که فلفل و نمک در جیبشون بوده، خودشون رو معرفی نکردن. میخوام بگم این سیاست حزب و این گورستانی که در حقیقت خمینیزم جان و جهان ما رو به اصطلاح، این بساط نفرتی رو که اینها در این جامعه علم کردن، کسانی در حقیقت همدستی کردن با جلاد، در اندگی قدرت رو بیش از اون چیزی که بود در حقیقت چاقوهاش رو تیز کردن و داستان بسیاری آلوده است. آقای فروزندی عزیز، جناب اصلانی،
من ناچارم این گفتگو رو در اینجا تمام بکنم، ولی یه گفتگوی کاملا ناتمامه. اما یک پیشنهاد دارم. با توجه به خاطرات خواندنی شما، اگر اشتباه نکنم کلاغ و گل سرخ، درست میگم آقای اصلی؟ بله بله کاملا. بله. کتابی که این شانس رو داشتم که در زمان انتشارش در اختیارم قرار بگیره و اون رو بخونم، و با توجه احاطه‌ای که به مطلب شما دارید و با توجه به اعتقاد مشترک من و شما و تلویزیون اندیشه و پایگزار این تلویزیون که کشتار سال 67 یک ورق ننگین در تاریخ جمهوری اسلامی است و این ایام ما داریم میریم به تاریخ، در واقع به اون تاریخ نزدیک بشیم و از 1360 نمیشود به این راحتی گذشت، اگر موافق باشید من با شما تماس میگیرم به مدت چند هفته بر مبنای یک مرور سیستماتیک سال 60 تا پایان سال 67 رو، یعنی کشتارهای سال 67 رو در خدمتون با هم مروری خواهیم کرد، اگر شما موافق باشید. من فکر میکنم این حداقل دین و ادای احترامی است که ما نسبت به کشته شدگان این سالها میتونیم انجام بدیم. با کمال میل من در خدمتتون خواهم بود آقای پرزنده عزیز. من با شما تماس میگیرم. بینندگان عزیز، با مهدی اسنانی خواهیم بود در هفته های آینده، چرا که من فکر میکنم باز کردن این دوره جنایت بار از تاریخ ایران فرض است بر همه ما. حالا که کسانی رو داریم مثل اسنانی، باید این دهه رو دقیق تر باز بکنیم، نگاه کنیم بهش تا شاید در آینده به این شکل اتفاق نیفته. کینه و دشمنی، دشمنی فردی، خانوادگی، تعصب فردی یا خانوادگی و یا دینی، نمیدونم کدوم یک از اینها باعث شد که یک خواننده پشتو زبان پاکستانی به قتل برسه دیروز و هنگامی که از آرایشگاه خارج میشد و با پدرش به طرف خانش میرفت به ضرب گلو از پا در بیاد. هنوز دلیل این کشتن روشن نیست. یکی از اعضای خانواده نظر داره که مطلب از طرف شوهر سابق ایشون اتفاق افتاده، ولی عده‌ای معتقدن چون این در واقع خواننده‌ای بود که نسبت به اسلام انتقادهای بسیار شدید و تندی رو مطرح میکرد و در مناظره ها شرکت میکرد و نظرات خودش رو بیپرده میگفت، این احتمال رو میدن که توسط گروه های متعصب به قتل رسیده باشه. تا شما به قطعی از خانم غزاله رشید که دیروز مقتول شد نگاه کنید، من از جناب مانوی خدابخشیان دعوت میکنم تا برای گفتگو درباره مصر و حسنی مبارک به استودیو تشریف بیارن.
سما پاگل دی یارا تا سی پاگل دی دل سما پاگل دی یارا تا سی پاگل دی بینندگان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردم در این قسمت از برنامه به طور فوق‌العاده از آقای مانوک خدابخشیان درخواست کردم و ایشون هم مورد محبت قرار دادن بنده رو و تشویق کردن تا درباره مرگ پزشکی آقای حسنی مبارک که امروز اتفاق افتاده است و خلاصه اوضاع مصر به طور اخص گفتگو بکنیم. آقای مانوک خدابخشیان عزیز، خیلی خوش آمدید. درود بر شما. در واقع میشه گفت این کوتاه‌ترین حبس ابدی بود که برای یکی بریده بودن، به خاطر حبس ابد بود. وقتی مرد دیگه حبس ابدی باقی نمونه. البته باید گفت به ابدیت میپیوندیم یه چیز دیگه، ولی من تعجب کردم. البته انتظار میرفت. ببینید چی انتظار میرفت؟ شرایط جهانی وقت در این بحران ها توریست که حتما دیکتاتور رانده شده باید پروندهش بسته بشه. شما اگر بیایید برگردیم به 32 سال پیش، زمانی که کارتر اومد بر سر کار و قرار بود یک عده تحولات اتفاق بیفته و به گفته خودشون دوستان دیکتاتورهای دوست خودشون برن، اگر شما نگاه کنید اول سموزا بود در نیکاراگوه، حتی موافق نبود از کشور خارج بشه. بعد وقتی خارج شد، چون دور دیده دانشگاه نظامی آمریکا بود، سیتیزن آمریکا بود، بعد یه دفعه از بین رفت. بعد شاه بود، بعد مثلا شما نگاه میکنید پارجونکی در کره بود. اینها عادت دارن، شما نمیتونن بمونن این دیکتاتورها. مبارک هم نمیتونست بمونه، یکی خشم مردم، درسته؟ خب با این ترتیب در واقع با بستن پرونده مبارک میخوان که مصر رو وارد یک فاز تازه خودش بکنن و در واقع سیستم جدید رو مستقر بکنن دیگه. دقیقا. درسته؟ دقیقا. و در این حال نمیخوان که نیروهای ارتش بازنده کل بازی باشن در مقابل اخوان المسلمین که بر سر کار آمدند و احساس پیروزی مطلق به هیچ کدوم از طرفین نمیخوان بدن. درود بر شما. همین نکته مهمه. شما یک دوره ترانزیشن دارید از دیکتاتور پیشین به نفر بعدی که خواهد آمد، که الان ما به تدریج متوجه میشیم که برگ اخوان مسلمین در منطقه بازی میشه، نه فقط در از تقریبا ایران هم
جریانی که آمد جزء اخوان المسلمی بود، فدایان اسلام اینا بود. ولی مسئله مصر یک بود دیگری داره، یک بود عظیمتری رو داره، چرا که اولا حسنی مبارک 30 سال برای اینا خدمت کرد، مثل بقیه که خدمت کردن. ولی چرا باید حسنی مبارک میرفت؟ آیا این بهار به اصطلاح عربی ساختگی که اینقدر، من یک نکته‌ای که همیشه به این دوستان فرهیخته و دانشمند و آگاه که این همه تفسیر رو تحلیل میکنن، زود شیفته این واژه ها و اصلاحات میشن. بهار عربی، اصلا بهار عربی قرار نبود. آقای برژنسکی آمد 4 سال پیش در یک سخنرانی بسیار جدی که فوق العاده بود به همه دنیای غرب اطلاع داد که منتظر باشید یک بیدار باش جهانی وجود داره، حتی در آمریکا. گفت این بیدار باش جهانی ناشی شده از این به اصطلاح نسل جدید تکنولوژی. بنابراین نسل جدید همه کشورها، همه ملت‌ها خواستار یک دیگنیتی هستن دیگه، بجز حقوق بشر و دموکراسی میگن ما وجود داریم و باید حق ما رو بگیریم. بنابراین برژینسکی این پیشبینی رو کرد. حالا پاره‌ای معتقدن خب یک طرحی بود به اسم طرح دهه 80 که به آقای شارون داده شد که تمام کشورهای همجوار اسرائیل به تدریج دچار بحران‌های سیاسی خواهند شد و تجزیه خواهند شد، به عنوان طرح یونان بود که الان من دیدم در چندین سایت حتی یکی دو ایرانی نازنین که مطالب جالبی می‌نویسن اشاره کردن دیدید ما گفتیم این طرح پیاده میشه، عراق تجزیه شد، حالا نوبت اینا. ولی مسئله مصر توجه داشته باشیم، مصر در واقع پایتخت جهان عربه، این رو نمیتونیم فراموش کنیم. قدرتمندترین کشور یا ملت در منطقه است. جهان عرب یا جهان، جهان اسلام؟ عرب، حالا اسلام نه، چون هنوز یک رقیب داره به عنوان، برای همینم شما نکته جالب اشاره کردید به اخوان مسلمین. نگاه کنید اخوان مسلمین آمدن تا سلفی های ساخت پرداخت عربستان نیان، درسته؟ حالا این مصر که به اصطلاح میخواد نقش بازی کنه در خاورمیانه، چه نقشی رو بازی میکنه؟ یک کشور اسلامی در مقابل ترکیه و عربستان و ایران، یا نه دارن یک بازی میکنن در واقع با اون عصر پس از کمپ دیوید که اسرائیل دوش شد با اسرائیل؟ همه اینا رو باید در نظر بگیرن. آیا این تنش‌ها به سود که خواهد بود؟ بحران‌های منطقه‌ای چه خواهد بود؟ همه اینا رو باید بررسی کرد. بین اونچه که در ایران اتفاق افتاد، یعنی اون مدلی که در ایران تغییر به وجود اومد، و مصر، وجوه تشابه فوق‌العاده زیاد دیده میشه. چطور میشه که در واقع یه الگویی که 30 چند سال پیش مورد استفاده قرار گرفته، 30 چند سال بعد همون مدل دوباره در یک کشور دیگه میتونن به این راحتی پیادش بکنن؟ در اون دوره انقلاب نواری بود، در این بار اینترنتی بود. دقیقا درست اشاره کردی. ببینید اینجا تز توطئه‌ای وجود نداره، من بارها و بارها باز تکرار میکنم، همین گونه خود شما به درستی اشاره کردید. ببینید این الگوها و این برنامه ها وجود داره. اگه یادتون باشه وقتی در اروپای مرکزی، در واقع این گونه بگیم، یا اروپای شرقی پیشین این کالر ریولوشن آغاز شد، نگاه کنید کشورها پشت سر هم، یوگسلاوی یا آذربایجان یا حتی گرجستان، همه در این کالر ریولوشن بودن، درسته؟ همه هم میومدن میگفتن این جنبش ها در واقع جنبش هاییست که ناگهان به عنوان یک بهار ملت های آزاد آغاز شده. نه، اینا رو وقتی نگاه میکنید اوتپور و یوخ و نمیدونم همه شبیه همین انقلاب های رنگین هستن. تنها انقلاب واقعی که به نظر من اتفاق، نه اینکه انقلاب بود، این انقلاب مخملین چک یک حالت دیگری داشت، یک دنیای دیگری داشت، یک عده متفکر ناراضی خارج از سیستم یک سیستم رو پایین آوردن
با یک گروه ارکستر چارتر 77 یا یک بیان، اون فرق داشت. بقیه اکثرا دوستان نازنین من برن مطالعه کنن و میبینن ساختگیست و درست اشاره کردی. مصر همون الگوی ایران بود. در ایران ارتش اعلام بی‌طرفی کرد. چرا اعلام بی‌طرفی کرد؟ چرا؟ ارتش شاه بود. به خاطر اینکه باز بیاییم توجه داشته باشیم، زمانی که انقلاب ایران رخ میداد هنوز شوروی قدرت اول بود در منطقه. اگر ارتش ایران با مردم درگیری پیدا میکرد و وارد جنگ داخلی میشدیم، درسته؟ شاه نبود که گفت جنگ داخلی، شاه رفت، برخلاف عرب ها که میمونن و در خاک خودشون میمیرن، درسته؟ شما نگاه کنید تمام سران عرب در خونه خودشون مردن، صدام، قذافی، حتی مبارک میتونستن درن با میلیون ها. ولی چرا عرب ها دوست نمیدارن در خاک اجنبی بمیرن؟ حالا وقتی شاه رفت دیگه ارتش بی صاحب شد. پروژه این بود، ببینید آمریکایی‌ها ارتش رو کنترل می‌کردن، بازی انقلاب از پاریس کنترل می‌شد، تبلیغات انگلیسی‌ها می‌کردن. شما اگه یه روزی خواستید یه روزی من میام و میگم فرنچ کانکشن چقدر مهم بود، نقش فرانسوی. اما ارتش رو آمریکایی‌ها نذاشتن که وارد جنگ داخلی بشه، چرا که حزب توده در اون زمان میتونست یک بیانیه بده و برادران کرملین رو دعوت کنه. همیشه همین بوده، شوروی وقتی وارد خاک شده گفته برادران ما رو خواستن. اگر شوروی در اون موقع فقط یک تانک روانه مرز میکرد، آمریکا باید میرفت تو جنگ اتمی. برای همین کارتر اعلام کرد هر کس به خلیج فارس نزدیک بشه من وارد، یعنی کارتر داکترین اینه، من جنگ اتمی میشم. بنابراین فردوست به شاه خیانت کرد، ولی تا حدودی میتونیم، نمیگم ایران رو آزاد کرد، ولی اجازه نداد ایران در واقع با خاک یکسان بشه چون میشد. این بود نقشش. آقای خدابخشیان، امروز در مصر این اخوان المسلمین تا چه حد شانس داره یا بخت یارش هست که بتونه کاملا مسلط بشه و یه الگوی دیگری رو از ایران بیاره؟ الان رقابت بین ایران و عربستان سعودی نتیجهش در مصر چه خواهد شد؟ ببینید، اولا توجه داشته باشیم هممون، حسن و برنا رو اگه بذاریم کنار به عنوان رهبر یا بنیانگذار اخوان المسلمین، پدر خوانده اخوان المسلمین شخصی بود به اسم سید قطب که تمام کتاباش منتشر میشد، حتی با ناصر همکاری کرد، حکومت پادشاهی رو برانداخت، ولی کنار ناصر بود، درسته؟ تا 1966 سید قطب در آمریکا بود، درس داده در آمریکا در دانشگاه کلرادو، 3 سال در آمریکا بوده، شاید پدرخوانده معنوی مسلمانان آمریکان بود. بعد رفت به قاهره، کتاب منتشر کرد، گفت ما نمیتونیم با دنیا فرهنگ غرب آشتی کنیم، درسته؟ بنابراین جالب این است که کسی هم که امروز به نمایندگی از اخوان المسلمین انتخاب شده، مهندس مرسی، خودش هم در دانشگاه یو اس سی درس داده. پس زیاد نباید دست پاچه بشیم. همون گونه ای که شاه رو که میخواستن بندازن، چه کسانی عوامل اصلی بودن؟ قطبزاده، یزدی، بازرگان، منصور فرهنگ، همه اینا تحصیل کرده های آمریکا بودن، با آمریکایی ها یک ارتباط تنگاتنگی داشتن، هیچ خطری نبود. برای همین هم آقای برژینسکی دوان دوان تو کنفرانس الجزایر با همین آقای گیتس که اون بعد شد رئیس دستگاه اطلاعاتی آمریکا، بعد شد رئیس پنتاگون، گیتس به اصطلاح مشاورش بود و رفتن با آقای بازرگان و چمران جلسه کردن و یزدی. پس خطری احساس نمی کردن. اونا احساس می کردن همیشه گروه های اسلامی پارتنر اونا هستن برای براندازی شوروی.
و همین برگو بازی کردن دیگه. شوروی در واقع توسط درست پاپ لهستانی بود و کلیسای کاتولیک نقش اساسی داشت در اروپا، ولی توجه کنید خمینی بیشترین خدمت رو با آمریکا کرد برای از کار انداختن ماشین جنگی شوروی در افغانستان و منطقه. خب ببینید الان یک رقابت یواش یواش آشکاری وجود داره بین عربستان سعودی و ایران. این رقابت فوق‌العاده پررنگ و پرقدرت از هر دو سو، و تا اونجایی که تمام اطلاعات ما در دست هست و نشون میده، وهابیا از نظر طرز تلقی و فکر از دیدگاه اسلامی به مراتب مرتجع‌تر از آخوندهای شیعه هستن و شیعیان هستن. خب یه وضعیت دشواری پیش آمده. ما الان در این موقعیت که قرار گرفتیم در کشورهای مثل عراق، تسلط وهابی ها اصولا خطرشون آیا بیشتر از شیعیان نیست؟ آیا منطقه رو عقبتر نمیبرند؟ گروه های مرتجعتری بر سر کار نمیان؟ ما تسلط این طرز تلقی وهابی رو در افغانستان دیدیم که به چه روزی افغانستان انداخت. این ماجرا چجوری باید باش برخورد کرد؟ یعنی درست شما مفسر سیاسی هستید، ولی من قرار باشه انتخاب بکنم بین دو تا بد و بدتر، چیکار باید بکنم؟ ببینید عصر بازی سلفیزم داره به پایان میرسه، مخصوصا با مردن آقای نایف. درسته؟ بله. چون نایف تعصب خاصی داشت، منکرات رو راه انداخته بود و داشت درست، یعنی یکی از میتونم که مرتجع ترین شاهزاده های سعودی بود. سودیریا که یک خانواده یا یک قبیله هستن که از ملک عبدالله و ملک فهد و بقیه هستن، داره دوران اینا تموم میشه. پاره ای معتقدن ممکنه سلطان بندر یا نسل جدید شاهزاده های عربی بیان، ولی من به اینم معتقد نیستم. من معتقدم عربستان دورش تموم شده و به زودی همان حوادثی که در کشور دیگر کشورهای عربی اتفاق افتاد در عربستان رخ خواهد داد و عربستان هم تجزیه خواهد شد، چون دیگر اینها به عربستان نیازی ندارن. امروز اگر سایتار مهم رو نگاه میکردید گفتن قرار آمریکایی‌ها نیروهاشون رو در کویت جاسازی کنن. چه اتفاقی افتاده که اینها دیگه به عربستان احتیاجی ندارن؟ به خاطر اینکه ببینید به نفتش که احتیاج دارن که نه. ببینید همین اجازه بدید یه نکته رو اشاره کنم. یک شخصی بود به اسم لورن مابریج، از فرانسه اومد با لیندن لاروش کار میکرد، بعد رفت یک دفعه سر کلش از رند کورپوریشن، معتبرترین کورپوریشن نظامی آمریکا، در آمد. بعد این آمد با آقای ریچارد پرل که بسیار نیو کنسرویتیو ها همه زیر بالهای ایشون هستن، رفت یک کنفرانسی گذاشت که من نوارش بارها و بارها دیدم. ایشون اعلام کرد عربستان تموم شده، ما باید بریم عربستان رو تقسیم کنیم، فقط حوزه های نفتی رو با یک لشکرکشی کارش رو تموم کنیم. فراموش نکنید آقای کیسینجر هم 1973-74 دو بار تهدید کرد که ما میریم و چاهای نفت عربستان رو میگیریم، به خاطر اینکه تحریم نفتی کردن دنیا رو بعد از جنگ یوم کیپور، که شاه اشتباهاً در یک دیداری با کیسینجر و فورد اشتباهاً اشاره کرد شما نیازی نیست حمله کنید، من خودم میرم و چاهای نفت رو میگیرم، چون من ژاندارم منطقه هستم. که این موجب شد کتابی نوشته بشه به صورت سقوط 79 که شاه رفته و گرفته و آمریکایی‌ها بمباران کردن. ببینید دوران وهابیز و سلفیز تموم شد. چرا؟ به خاطر اینکه باز برمیگرده آمریکایی‌ها از 1973 که تحریم نفتی صورت گرفت و همزمان با اینکه در کنگره آمریکا سناتور چرچنامی یقه دستگاه اطلاعاتی آمریکا رو گرفت و گفت بیایید بگید چرا می‌خواستید فیدل کاسترو رو بکشید، لومبا، از این آرتیست بازی ها که بعد هم تموم شد. اون موقع آمریکا حتی نمیتونست یک چک بنویسه برای دستگاه اطلاعاتی. آمدن یک آقاییست به اسم ادهم
که رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان بود، با به اون گفتن که شما با کونت دومارانش رئیس دستگاه اطلاعاتی فرانسه یک گروهی رو درست کنید، فعلا وظیفه ما رو انجام بدید. که همین شاهزاده الترکی که دیدیم هر روز پیدا میشد به مصفی، این شد مسئول کار و بن لادن نوکه این بود. اونجا عرب در واقع دقیقاً درست میگید، اونجا عربستان احساس کرد دستش بازه، میلیاردها دلار داده به پاکستان که بمب اسلامی درست کنه براش، چون این شبکه خان شبکه سعودیا بود. نه. الان هم سعودیا بمب رو باید از پاکستان بگیرن. در اون تحولات با رانده شدن شاه، مسئله کمپ دیوید، بله عربستان سعودی از فرصت استفاده کرد، یادمونم نره پترودلار که اومد، شرط اساسی پترودلار این بود شما نفت میفروشید با قیمت بالا، اما پترودلار رو به 5 بانک، 2 تا انگلیس 3 تا آمریکا میریزید. برای همینم هم گاهی سوء تعبیر میشه که ایرانیایی که در مورد شاه صحبت میکنن میگن میلیاردها دلار برداشت فرار کرد، نه، اموال شخصی شاه در یک بانک دیگر در سوئیس بود. اون پولی که در چیس منهتن بانک بود سرمایه یا اون پترودلار شرکت ملی نفت بود که در چیس منهتن بود و کارتر اونا رو فریز کرد سر گروگانگیری. برگردیم سر مصر. خواهش من. حاصل مصر از این بهار عربی چی پیش بینی میشه؟ مردم مصر چی گیرشون اومده؟ هیچ. هیچی؟ هیچ. خیلی ساده. مثل آخه خمینی. هیچ. چه چیزی گیرشون اومد؟ شما نگاه کنید هنوز بهار عربی در جریان. من همیشه چون فردا شب هم که بس کنم باز به این نکته شد. شما نگاه کنید اون دخترک زیباروی مصری رو چگونه این پلیس ضد شورش مصر یادتونه روی آسفالت ها می کشید. اگر بهار عربی اینه یا بهار هر کشوری، پس این بهار برای کیه؟ تابستانش خواهد بود. از پاییز نه، من سوالم اینه اگر این بهار اومده برای یک ملتی مثل مصر یا ایران، پس چرا برای بخشی میاد بخش دیگر این چنین در مقابل این بهار میستن؟ بعد اگر نسل جوان مصر طالب آزادی و بهار که از شر مافیای مبارک که واقعا یک مافیا بود و الان هم اگر ببینید ممکنه ایشون بمیرن ولی از پسراشو نگه خواهند داشت، تمام سرمایه هایی که در خارج دارن برمیگردن مثل قذافی یا خودشون بالا میکشن بانکا. اما این بهار عربی چرا شما اخوان مسلمین رو پارو بال دادی در این بازی؟ چرا؟ چرا از اول یک حزب در واقع مثل مؤتلفه اسلامی همه جا رسوخ کرده بود و یادتون نره هنوز در مصر بسیاری تمایل به و گرایش به ایده های چپگرا دارن. درست ناصر خیلی از کمونیستا رو کشت، درست در زمان سادات و بقیه، ولی حضور روسا در اونجا، شوروی در اونجا، تحصیلاتی که یک نه، هنوز فکر میکنن در مصر متفکرینی هستن که ترجیح بدن جنای چپ برن. بنابراین شما یک دوره استرلیزه دارید توسط اسلام، با اسلام اونها رو استرلیزه میکنید. همین کاری که در ایران کردن، مگه در ایران نکردن؟ با این صحبت های شما و با این پیشبینی که در مورد مصر میفرمایید، از اون طرف عراق هم وقت روشنتری در انتظارش نیست. خب این بهاره. خب بنابراین چه دلیلی داره ما باور کنیم که نتیجه تمام این تغییرات در جهتی میره که جمهوری اسلامی تضعیف بشه؟ ببینید ما بیاییم، من بازم به این تاکید میکنم، درست بازی های منطقه‌ای در عربستان، در مصر، در ترکیه صورت میگیره. حتی اگر توجه داشتید زمانی که حزب توسعه و عدالت اربکان شروع کرد در ترکیه موفق بشه، بلافاصله آقای دکتر یزدی اومد گفت ما میخوایم یه حزب توسعه و عدالت درست کنیم و این رو این بار بفروشیم به مردم. درسته؟ فکر کنم همه اینو مطالعه کردن و دیدن. ببینید یک آقای اسرائیلی
به نام ادو یانون 1983 روزنامه نگار بود، تئوریسین بود، یک مقاله‌ای به زبان عبری نوشت نه انگلیسی و این رو داد به آقای شارون. در این چر این بود که تمام همسایه‌های اسرائیل اگر موزاییکی بشن، همونجوری که آقای برنارد لوئیز هم یک بار گفته بود در طرح هلال سبز، موقعیت استراتژیک ما مستحکم تر خواهد بود. اسرائیل چون حتی به مصر هم اعتماد نداشتن دیگه. شما در همین زمان آقای مبارک در لکسر تروریستای اسلامی آدم کشتن. ایمن الزواهری گادفادر تروریستا مصری است. و نکته مهمتر، در همین زمان آقای مبارک دو سریال در مصر پخش میشد به عنوان پروتکل سالمندان یهود که میخوان توطئه کنن دنیا رو بگیرن، به عنوان سریال پخش میشد. چرا؟ آقای مبارک هم ترسیده بود از اسلامیان و سعی میکرد یک گرایش نیمه نگاهی داشته باشه. ولی بس بر اینه، حتی زمانی که آقای بوش و دیگران اومدن همه گفتن، ریچارد پر و دیگران، همین برنامه رو دارن به عنوان کلین بریک که همه اینو نوشتن دیگه، اصلا تکراری شده بود، دارن دوروبر اسرائیل رو خالی میکنن، خیال اسرائیل رو راحت میکنن. و در اون مقاله‌ای که بعدها آقایی به نام شاهک، که اسرائیل شاهک مرد بسیار لیبرالی است و آدم آگاهی است، ترجمه کرد، در اونجا نوشته بود بهترین جایزه برای اسرائیل که خیالش راحت بشه برای سالها مصره، یعنی جایزه اصلی مصره. پای با این ترتیب، با این اتفاقی که داره میافته، اسرائیل باید احساس آرامش بیشتری بکنه. بله، با وجود اخوان المسلمین که میاد بر سر کار. حماس چقدر به اسرائیل لطمه زد، چقدر به فلسطینی ها. در واقع فلسطین رو دوپاره کرد. در واقع زمانی که فلسطینی ها داشتن به آخرین قراردادی میرسیدن که باید یک سرزمینی برای خودشون داشته باشن، حماس با انتفاضای 3 و 4 و 5 از این اداها در واقع فلسطین رو تضعیف کرد. همه هم میدونن که حماس رو خود دستگاه اطلاعاتی اسرائیل اول تقویت کردن در مقابل ملیگراها یا به اسلام. ببینید، برای قدرت‌های بزرگ ملیگرایی، ناسیونالیزم و سکولاریزم و مدرنیزم در جهان سوم خوشایند نیست. میخواد بومدیان باشه، میخواد شاه پهلوی باشه، میخواد کسی دیگری باشه. شما به خاطر اینکه یک ملتی دارید آگاه، بسیار زود یاد میگیرن، از سکولاریزم و از مدرنیزم استفاده میکنن، به اضافهش میکنید ناسیونالیزم، دردسر میشن برای قدرت‌های بزرگ. میخوان نفتشون رو نفروشن، نمیخوان اورانیوم بدن مجانی. این همیشه بوده، این بازی همیشه تکرار میشه. ببخشید من، ولی این نباید من عذر میخوام، فقط یه نکته اشاره کنم. ببینه همینجا اتفاقا چه شات قشنگی بود. یاسر عرفات قبل از اینکه اینجا بیاد همه ایمان داشتن، به خاطر اینکه کلینتون هم کرد. حالا بعضیا میگن خود یاسر عرفات مقصر بود، امضا نکرد، تموم شده بود کار، فقط کافی بود بگه بله و تموم میشد. یک همون جوری که همه خواسته بودن، دو کشور دو سرزمین کنار هم به وجود می اومد. ولی حماسی ها به موقع مزاحم شدن. چرا؟ یادتونم نره، الان در اون نوار اسرائیل، همون نوار غزه به اصطلاح حماس، بالا در لبنان تا قبرس که امروز هم سوریه هم خواستارشه، منابع نفتی و گازی عظیمی پیدا شده، همینجور که در یونان که امروز ورشکست میشه. بینندگان عزیز، از این لحظه به بعد من خطای تلفن رو میبینم که هی میان و روی خط مدت ها میمونند و بدون اینکه ما شماره تلفن ها رو اعلام کرده باشیم. از این لحظه که تلفن ها رو اعلام میکنیم میتونید روی خط بیایید و اگر پرسشی رو از آقای مانوک خدا بخشیان دارید بتوانید مطرح کنید. شماره 818 564 42 78
تا شما تشریف بیارید روی خطها و پرسش های همه خطهای ما روشن بود، ولی به ناگهان همه این خطها خاموش شد. من نمیدونم مشکل ما در کجا هست، ولی به هر حال اگر پرسشی دارید میتونید از جناب مانوی خدابخشیان مطرح بفرمید. بفرمید خواهش میکنم. بفرمید. بله بفرمید. درود بر شما. درود بر شما. آقای مانوک، من یک صحبتی داشتم، یعنی استنباطم رو میخوام بگم، آنو معلوم نیست چقدر درست باشه. الان گفته میشه که اگر در زمان شاه این توزیع المسائل خمینی رو پخش میکردن، مردم میفهمیدن، دنبالش نمیرفتن. و الان بعد از 33 سال ما میبینیم اون آگاهی که در ملت ایران پیدا شده و اون تنفری که نسبت به اسلام پیدا شده اصلا در 33 سال پیش قابل تصور نبود. از نظر من آمریکایی ها اسلام رو بالا می آوردن که میخوان همین تجربه رو گسترش بدن. یعنی اسلامی هایی که در تاریکی هستن و در تاریکی آنتریک میکنن، تحریک میکنن، اینا رو به قدرت میرسونه تا در برابر واقعیات قرار بگیرن. وقتی در مقابل واقعیات قرار گرفتن، از اون ایده های به اصطلاح ایدئالیستی خودشون دست میکشن و با واقعیات طرف خواهند شد و به نتیجه یک حالت واکسیناسیون در این کشورهای اسلامی و عربی پیدا خواهد شد که این به کاهش نفوذ اسلام ارتجایی خواهد انجامید. این نظر منه. سپاسگزارم. بسیار نکته جالبی رو اشاره کردم، فهمید خیلی سریع اشاره کنم. سید قطب وقتی برگشت، بعد خمینی بی جهت نگفت شیطان بزرگ، سید قطب برگشت کتاب نوشت، گفت آمریکا دو نوع اسلام میخواد، یکی اسلام آمریکایی که برای خودش هست و اسلام عقب مانده. نظر شنونده نازنین، بیننده نازنین ما بسیار درسته و همینجوری هم که اشاره کردن درست میگن. در واقع اسلام عقب مانده رو از پستوها بیرون آوردن، دارن خاکروبی میکنن که دوباره به عنوان یک تفکر بفروشن، فرهنگ یا بفروشن. دقیقاً. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. آره سلام عرض کردم. سلام آقا بفرمایید. آقای مانوی خدابخشیان فرمودن که حماس در واقع به خاطر کارهایی که کرده یه جورایی به اصطلاح کار اسرائیل راحت کرده، یه جورایی داره میگه که به اصطلاح حماس با اسرائیل تماس داره یا به اصطلاح دست ناپیدای اسرائیل. از اون طرف هم ایران میدونیم که خب طرفدار حماسه. در نتیجه ایران اسرائیل اصلا اینا به نظر من آقای مانو خدابخشیان از هر شاخی صحبت میکنن ولی ارتباط اینا به نظر معقول نمیاد. ضمناً در مورد سید قطب شما فرمودید جناب خدابخش مانوک، من قشنگ خاطرم هست که اگه خاطرتون باشه کافی اون آخوند معروف که همه میگفتن این مثلا ساواکی و فلان و بیسار و ایناست، یا حتی اینا هم چیزش نداشتن، خیلی خب مثلا و چیز بود دیگه. اون همیشه از سید قطب بد میگفت. حتی برمیگشت، من قشنگ یادم، من خودم توی جلسه هیئت مهدیه که بود اونجا، ما یه شب رفتیم اونجا، خود این داشت میگه برای سید قطب مثلا برگشته گفته که حضرت علی در حالت مستی به نماز ایستاد و چه میدونم آیه قرآن اومد. این صحبت ها، یعنی این صحبت که شما میکنید هیچ کدوم با عقل من جور در نمیاد. اگه ممکنه یه توضیح بفرمایید. مرسی. اصلا از من گفتم سید قطب حتما نباید مرجع به اصطلاح مذهبی های ایران باشه. اصلا درست هم میگی، یک سنی اومده بود و داشت یک تزی رو ارائه میداد که اصلا ربطی به شیعه نداشت. حتی شما نگاه کنید فدایی های اسلام که اومده بودن، درست یک مقدار نفوذ در ایران پیدا کردن، ولی سرانجامش یک بازی دیگری در اومد. اصلا فدایان اسلام، همین امروز یکی دیدم خیلی قشنگ نوشته بود، مؤتلفه اسلامی همیشه رئیس جمهوراش بازندن. پس بنابراین و نکته حماس، دوست عزیز من، نازنین من، شما همیشه اگر اورو کمونیسم، یعنی کمونیسم اروپایی نبود، یعنی برلینگر در ایتالیا، مارش در فرانسه یا کویو در اسپانیا، هرگز شوروی رو نمیشد پایین آورد. ولی اورو کمونیسم به خاطر اینکه یه رنگ دیگری داشت، به تدریج رنگ پررنگ سرخ کمونیسم رو گرفت، اروپایی کرد، به تدریج تضعیف کرد. بازی های پیچیده سیاسی اینجوری نیست که ما فقط بشینیم رد کنیم. نظر شما هم درسته، اما یه مطالعه هم بکنید، شاید
به نکات دیگری برسیم. بفرمایید، خواهش میکنم. بله، می‌خواستم سوال کنم از آقای خدابخش. بفرمایید، سوالتون رو مطرح کنید. سلام عرض آقای خدابخش. درود بر شما نازنین. من با اینکه با قبول خیلی از فرمایشات شما، ولی شما یه مسئله رو اصلا در نظر نمیگیرید و اون مردم ایران، مردم جوان ایران، 70% جمعیت ایران جوان هستند و تحصیل کرده و اینها شدیداً از اسلام متنفرن. من نمیدونم شما ایران تشریف میبرید یا نه، ولی من هر سال میرم، جوانان ایران واقعا از این دین بیزار هستن. این معادلاتی که شما میگید با این پدیده چطوری درست میشه؟ ببینید، اگر به تمام تفسیرهای من گوش کنید، من قبل از هم نوشتم ملتی که در آفساید ایستاده و حتی در تلویزیون‌های قبلی یا رادیو من همیشه گفتم نسل آینده ایران در عصر پسا از جمهوری اسلامی به سر میبره. نسل جوان ایران، اولا بیاییم مستقیم نگیم اسلام رو متنفرن از اسلام. ببینید، اسلام گرایی با اسلام، هر کسی دین خودش، ایده خودش رو داره. نه اینکه من خودم اصلا بیدینم، من یک بارم گفتم که خدا میکرد همه آدم ها نفر یک خدا داشتن، چقدر خوب میشد، هیچ مشکلی پیش نمی آمد. اما ببینید، نسل آینده ایران در همین جنبش سبزم به همه ما یاد داد، به همه ما یادآور شد که من دارم عبور میکنم از این نظام. برای همینم من گاهی که میگم، حتی دوست نازنین من فرامرز عزیزم میگه من میخوام عصبانی بشم و ناراحت بشم، من همین حرف رو به شما میزدم، گفتم نسل آینده ایران داشت از این رژیم عبور میکرد. آقای صحابی در یک مصاحبه با روزنامه روز گفت ما نمیخوایم رژیم رو تغییر بدیم یا ازش عبور کنیم. آقای موسوی گفت من نمیخوام از رژیم جمهوری اسلامی عبور کنم. پس بنابراین برای بعضی از عوامل غرب لازم بود اون خواسته جوانان ایران رو فعلا رها کنن، به بهانه‌های مختلف سعی کنن جمارانی ها یا خط امامی هایی که تقریبا فقط مخالف، فرض کنید احمدی نژاد و ولایت فقیه هستن رهبری، اینها رو بر سر کار بیارن. ولی این موجب نمیشه که ما دوراندیشی، شیک بودن و فردایی بودن نسل آینده ایران رو فراموش کنیم. برای همین هم در ایران مشکل دارن عزیز من. این کشور 30 سال جمهوری اسلامیه، در 35 سال نسل، هر بار جوانان بلند شدن در مقابل اینا ایستادن. حتی خاتمیش هم که اومد جنبش دانشجویی بود، حتی خاتمیش هم قبول نداشتن. خب دفتر تحکیم، امنیتی هایی مثل آقای حجاریان، نبوی، نمیدونم، همه ریختن و اجازه ندادن. من با شما موافقم، نسل آینده ما اصلا یه چیز دیگه است، آخرم سکولاریزم. بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام آقا، بفرمایید. جناب آقای فروزنده. بله. با عرض سلام خدمت شما و جناب آقای مانع خدابخشیان، من سوالی از آقای خانه خدابخشیان داشتم که امیدوارم که جواب دریافت بکنیم. آقای مانع، چرا بعضی از بزرگان یا رهبرهای سیاسی برای بعد از قدرت تعیین جانشین وحشت دارن و چرا در تعلیم و تربیت جانشینان خودشون فعالیت بهتری نمی کنن؟ مثلا زید عمل میکنن و همیشه میان افرادی رو استفاده میکنن که مطیع باشن، بلا قربانگو باشن، بعد افرادی که قوی و توانا و جستجوگر رو دانش بالایی دارن استفاده نمی کنن، مثل جریان مصدق و بعد از مصدق یا دکتر علی امینی یا همین شاپور بختی یا خدا جامد یا این آخری آقای داریوش همایون. چرا جانشین ها افرادی ضعیفی هستن یا بعضی ها بعد از فرشون جانشین تعیین نمی کنن؟ خیلی ممنون. شما متوجه پرسش شد؟ همون پرسششون همون مشکلی است که من همیشه مطرح میکنم. یک نوعی درست میگن که ببینید، اولا قدرت انحراف میاره، قدرت همه رو فریب میده. شما حتی کوچ یه تیم بسکتبال های سکول میشید، فکر میکنید خدا هستید. ببینید، نکته جالبی اشاره کردن. ما همیشه دوست می‌داریم کسانی دور بر ما باشن که تابع باشن، هیچ کس مخالفت نکنه.
خیلی جالبه، چون من تو جریان کاملش هستم روی به عنوان شاهد تاریخ. اتفاقا یک شب صحبت میکردیم در این زمینه ای که ادهی شما میدونید در خود کنفرانس پرسپولیس که شاه تو اوج بود، دو فرانسوی آمده بودن و به شهبانو گفته بودن که دو آمریکایی که اونجا نشستن گفتن شاه رفته در جشن 2500 سال. این رو شهبانو به من گفته، کس دیگه نگفته. شاه گفته اینا غلط میکنن. کنت دومارانش در خاطراتش نوشت من اومدم گفتم شما رو در گوادالوپ برداشتن یکی دیگر رو جاتون میذارن، گفت غلط میکنن، از این کارا نمیکنن. آقای غریب از ترکیه اومد گفت دستگاه اطلاعاتی ترکیه میگه در ایران رژیم عوض شده، حتی قراره، شاه قبول نکرد. پس بنابراین این مشکل همه، نه فقط آقای مصدق هم اشتباه کرد. آقای مصدق حتی معتقد بود که حکومت اسلامی میاد بعد از اون. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید آقا. بفرمایید خانم. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. برنامه اندیشه؟ بله خانم، صحبتتون رو بفرمایید. من فقط یه صحبت خیلی کوتاه با آقای خدابخشیان. من یک بیننده ساده هستم و زیاد اطلاعات سیاسی ندارم. برنامه‌تون بسیار بسیار عالیه. خیلی متشکریم. فقط می‌خواستم خواهش کنم که یه مقدار این مسائل مختلف رو که به هم دیگه ربط میدین، ما خیلی خسته شده بخوایم گیج میشیم و آخر سر جواب رو خیلی قشنگ و واضح دریافت نمی کنیم. اگر زحمت بکشید یه مقدار برای ما آدم های ساده هم یه مقدار اینو قشنگ‌تر، و میدونم که شما بسیار بسیار زحمت میکشید، ما گفتهاتون رو دوست داریم، فقط اینو به عنوان یه خواهش یه جوری به هم دیگه رب بدیم که من بیننده ساده هم اینو متوجه بشم. بسیار بسیار متشکرم، شب خوبی داشته باشید. این مشکل همیشگی من بوده، از رادیو بگیرین، از مجله بگیرین، از تلویزیون، از فوتبال بگیرین، از سیاست بگیرین. I love you حتما. ولی راه داره ها. ممکنه. موافقه نه دوشنبه آینده شروع کنیم؟ چیکار کنیم؟ همین راه رو بریم؟ هر من ببینید، من همیشه معتقدم، به عنوان مفسر این رو میگم، من مفسرم، من میخونم، مطالعه میکنم، نظرمو میدم. قرار نیست نقش ولایت فقیه یا مرجع تقلید رو بازی کنیم، هر چی میگیم همه قبول کنن. زیبایی کار این است که مخالفت کنه. تلویزیون کارش این نیست که همه حرف رو بزنه. دقیقاً. نه، آخه ببینید، شما آدم وارسته‌ای هستید، این رو میگید. همه فکر میکنن اگر آمدن نظری رو دادن هیچ کس اجازه نداره مخالفت کنه. زیباترین چی دیالوگه. ما اگه این دیالوگ، من عاشق، همیشه گفتم ای کاش من در دوران مثلا معبد دلفی در آتن به دنیا میومدم، کنار این فیلسوفا را میرفتم دیالوگ میکردیم. بینندگان ارجمند، متشکرم آقای خدابخشیان یک بار دیگه از حضورتون. بینندگان ارجمند، وقت ما متاسفانه به پایان رسید. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد، و باور کنید فردای سرزمین ما اگر ما به جنبیم روشن و درخشان و همه کامروا خواهند شد. بیننده‌ای پیام داده بودند که به زودی مردم مصر، همونطور که مردم ایران به دنبال پادشاه در گذشته میگشتند، به زودی به دنبال حسنی مبارک خواهند گشت. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند.